به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خداوندی که تمام زیبایی ها از آن او هست. امید است که شما از آن جور خوش باشین و سلام تقدیم شما از آن میکرم. هم وطنانم که در خارج کشور هستین و چی در داخل کشور هستین، به تمامتان تک تک سلام تقدیم میکرم و آرزو دارم که زمستان به خوبی و خوشی بگذرانین و خدای نکرده مریض نشده باشین. دوستان عزیز، برنامه خودتان برنامه اناتومی است و من حسیبات بری میزبان شما در برنامه هستم. آرزو دارم که تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی کنین و محتویات را که برامون شناسایی یا افزودن به معلومات شما عزیزان که گنجانیدیم در برنامه که در رابطه به اناتومی گردن میباشه، که ما همونطوری که سلسله وار پیش آمدیم رسیدیم بخیر به اناتومی گردن، که در برنامه اناتومی گردن برتون معرفی میکنیم و یک معرفی خلاص می داشته باشیم از خود ناحیه گردن که در اوج کدام ساختمان ها قرار داره، چگونه یک ساختمان داره یا شکلش چگونه هست، و شما ازان هم با ما باشین تا ای که بشناسین و بدانین که چگونه گردنتان ساختمان داره و اناتومیش چگونه هست. خب خود گردن که شما ازان هم میبینین در امتداد سر قرار داره، چون ما سر مکمل برتان معرفی کردیم، استخوان‌هایی که در اوج قرار داشت، عضلاتی که بود، شریان‌هایی که وجود داشت، اعصابی که وجود داشت، تمامش همراه با صورت برتان معرفی کردیم. فعلا به گردن رسیدیم که آخرین بخشی از آناتومی میباشه. گردن البته محتویات خاص خود داره که در برنامه‌های آینده برش بر روی او بحث می‌کنیم و به شما از آن معلومات می‌دیم. خب فعلا در رابطه با گردن گپ می‌زنیم که خود گردن که هست گفتیم در امتداد سر قرار داره و تا بالای شانه ها همچنان قسمت توراکس که ورودی خود صدر میشه قرار داره و ادامه پیدا میکنه و حد بالایی خود می گردنه که شما از آن میبینین، البته خود حد بالایی گردنه که تشکیل میده، البته حد بالاییش تا لبه خود تحتانی خود امی استخوان مندیبل میرسه. یعنی حد بالای گردن اگر ما به حدود تقسیم کنیم، یعنی به قسمت بالایی یا به قسمت پایینی تقسیم کنیم، که شما میبینین در مدلم که خود گردن به حد بالایی و حد پایینی البته تقسیم میشه، که حد بالاییش که بگیریم ما حد فوقانی یا سپریورش که هست، ای به لبه تحتانی خود مندیبل که این استخوان مندیبل هست، خود حد بالایش به لبه تحتانی مندیبل البته امتداد پیدا میکنه و همچنان قسمت خلفی جمجمه، چون در پشت سر قسمت خلفی جمجمه هست، میبینین قسمت خلف جمجمه میشه و این قسمت هم که قرار داره استخوان مندیبل هست که حد بالایی گردن هم میسازن. و خود حد خلفی گردن که هست البته در قسمت پشت سر یا پوستریور گردن که هست، او خودش بالاتر از حد البته قدامیش می باشه، البته تا احشایی که از پشت گردن عبور میکنن، البته با افرات بینی و افره های بینی و همچنان افره دهن میرسن ادامه پیدا میکنن. و خودش لبه تحتانی گردن می بینیم که قسمت لبه تحتانی گردن میشه، که خود لبه تحتانی گردن یا قسمت پایینی گردن که از تک حد بالایی استخوان استرنوم شروع میشه و در امتداد کلاویکل میرسه، چون این استخوان استرنوم هست، این قسمت حد بالاییش میشه که قسمت بادی و مانوبریوم میشه، از حد بالاییش تشکیل میده و همچنان مجاورتش میرسه تا قسمت استخوانهای کلاویکل داری دو طرف، که تا مجاورت البته اکرومیان پروسس خود استخوان اسکاپولاره که داری سمت میبینین ادامه پیدا میکنه، که حد تحتانی گردن میسازن و البته مجاورت های گردن هم با اینمی حدود خلاصه میشه، که حد بالاییش گفتیم که قسمت پاستریور جمجمه یا سکل هست و قسمت لبه تحتانی خود مندیبل تشکیل میده، البته قسمت بالایی گردن، و قسمت پایینیش گفتیم که در پشت سر البته فقرات گردنی هستن و در پیش رو هم خود لبه بالایی استرنوم کلاویکل مجاورت تا اکرومیان پروسس خود اسکاپولا ادامه پیدا میکنه. و حد تحتانی گردن گفتیم که به خود قاعده گردن یا به بیس گردن خاتمه پیدا میکنه، که خود حد ایجا قاعده گردن میشه که ادامه پیدا میکنه، البته مهره های هم در گردن وجود دارن، شریان های در گردن وجود دارن، کاروتید آرتری ها هستن، اینترنال اکسترنال هستن که در برنامه آینده بخیر برتان معلومات میدیم، دیگه خود فقرات هستن که قرار دارن و همچنان اعصابی که در ناحیه گردن قرار دارن، بر علاوه اینا بعضی از ارگان هایی که قرار دارن مثل غدوات تایروید هست، البته قرار دارن خود ترخیا هست، مری هم عبور کرده از قسمت گردن و همچنان خود حنجره قرار داره در گردن، که اینا را هم برتان معلومات خواهیم داد. خب نگفته نمانه که خود گردن
البته ساحه است، چون هر ساحه از بدن ما به کمپارتمان ها خلاصه میشه و خود گردن هم به البته 4 کمپارتمان اصلی تقسیم شده که خود کمپارتمان های از این البته توسط لایه های فشیا یا خود فشیا لایر ها که عبارت از لایه فشیایی عضلانی می باشه، اینا از خارج محصور شدن البته به دور و دور گردن که این کمپارتمان های عبارت می باشن: یک کمپارتمان مهره‌ای داریم که در پشت سر هست، یک کمپارتمان وسترال یا احشایی داریم که عبارت از عروق و شریان ها می باشه، رگ ها قرار دارد و قرار دارد و همچنین ارگان البته غدواتی که قرار دارد تایراید پاراتایراید قرار دارن در اون ناحیه قرار داره، و 2 کمپارتمان عروقی که برتان گفتم احشای عشقی است، البته احشای ساختمان هایی که در داخل قرار دارن می باشه، و عروقیش هم که می بینین شریان ها و ورید هایی که در ناحیه گردن قرار داره می باشن. خب خود کمپارتمان مهرهی گردن که می بینین در پشت سر هست، می بینین که توسط فقرات سرویکال یا فقرات گردنی محصور شده که 7 البته فقره می باشن. فقره اولیش به نام اطلس هست، اکسس هست، و بعد از 32 C3 الی 37 ادامه پیدا میکنه که شامل مهره های گردنی مربوطه میشن. و کمپارتمان احشایش که از حاوی غدد که در این قسمت قرار داره، البته در این مدل نیست که غده تایراید قرار داره در این 2 سمتش که توسط یک استموس یا توسط یک تنگنا به دیگر غدد وصل شدن، و در خود قسمت غده تایراید غدد پاراتایراید قرار دارن که میباشه و همچنان تایمس هست که قرار داره در قسمت گردن و بر علاوه این قسمت های از مجرای هضمی و تنفسی، چون تراخیا مربوط شش ها میشه که وصل میشه به شش ها و هوا را انتقال میده از طریق حفره های بینی، و همچنان خود لوله هضمی هست که مری هست و میده وصل شده و او هم در گردن قرار داره و این ساختمان های احشاییش هم میسازه که بین سر و گردن اینا باقی شدن و کمپارتمان احشایی گردن یا وسترال کمپارتمان شد تشکیل میدن. و بعد از او 2 کمپارتمان دیگر که از کمپارتمان عروقیش میباشه که هر کدام در یک طرف البته قرار دارن و حاوی عروق اصلی گردن هستن، و همچنان خودشان عصب واگوس که زوج ده می باشه در امین قسمت قرار داره و وارد صدر میشه، بعد از صدر وارد ابدومن یا قسمت ناحیه شکم میشه و به شاخه‌های متعدد تقسیم میشه قرار داره. خب بر علاوه اینا گفتیم که حلق و همچنان حنجره هم یعنی فرنگس و لارنکس هم در گردن قرار دارن که در این مدل نیست، در کتاب هم برتان نشان میدم که در این قسمت قرار دارن و توسط اونا البته 2 ساختار مرتبط به مجرای تنفسی و خود مجرای هضمی می باشند که در گردن قرار دارند. و خود حلق و حنجره را برتان البته به طور مفصل در برنامه آینده رویش یک بحث می داشته باشیم که چگونه ساختمان داره و چه رقم تشکیل شده، و فعلا هم یک میان برنامه کوتاه هستیم باشیم. خوشم این ازان ادامه برنامه اناتومی هست و یک سلام مجدد خدمت شما یک تازه به برنامه پرستین تقدیم میدارم و تشکر میکنم از شما یک تازه با ما همراه بودین و بس ما هم روی اناتومی گردن هست که قبل از وقفه در رابطه به ساختارهایی که در گردن وجود داره، البته ساختمانهایی که وجود داره برتان معرفی کردیم و معلومات دادیم. فعلا هم میخواییم در رابطه به حلق و هنجره یک مقدار معلومات مفصل بدیم، البته روی این موضوعات بس میداشته باشیم در برنامه آینده بخیر. خب خود هنجره را گفتیم که در کتاب برتان نشان میده، میبینین این ساختمان که شما از آن میبینین این ساختمان از هنجره میباشه که در پایینش باز تراخیا میباشه و بعد از او هم در این قسمت لوله هضمی قرار داره که خود لارنکس که هست یا هنجره این قسمت فوقانی راه تنفسی میباشه که باز البته قسمت فوقانی راه تنفسی تحتانی هست که در قسمت تحتانی خود به بالای تراخیا
قرار گرفته، یعنی قسمت تحتانی خود حنجره میشه که در بالای تراخیا قرار گرفته و بعد از اون تراخیا یا نای یا قصبه ریه برش میگن شروع میشه و وصل میشه در قسمت فوقانی توسط یک غشای نرم. البته این وصل قابل انعطاف میباشه به استخوان هایوئید که یک استخوان یو شکل بود. برتان در برنامه قبلی معلومات دادم که شامل بادی و دو تا هورن بود، لیزر و گریتر هورن داشت که در امی قسمت قرار داره، در قسمت گردن او هم شامل امی می باشه متصل میشه. و خود حلق یا فرنگ سبرتان بگویم که خود حلق که هست باز او البته یک نیمه استوانه غشایی هست، یعنی هم ساختمان استوانه غشایی داره، البته غشایی عضلانی هست، یعنی هم عضلات قرار داره در این ناحیه میبینین، هم ساختمان از غشا قرار داره یا ساختمان از پرده ها در این قسمت قرار داره که دیواره هایش از عضلات و فشیا البته تشکیل شدن و از بالا به قاعده جمجمه وصل البته هستن، از پایین هم به لبه مری که در این قسمت چون جمجمه قرار داره دیگه و در پایین هم قسمت مری میشه که دوباره باز به لوله هضمی است وارد معده میشه و در ساختمان ها قرار دارن میباشه. و همچنان البته بحث بعدی را که می داشته باشیم در رابطه به خود مهره های گردن می باشه که مهره ها را برتان معرفی کردم و شما هم دانستین در رابطه با مهره ها که خود مهره ها را می بینین. قسمت مهره های از گردن هست که در تصویر دیگر هم اگر امکانش باشه شما دیده بتانین صحیح می بینین، در قسمت پشت سر قرار داره و شامل 7 مهره می باشه که البته 7 مهره گردنی هستن که اسکلت استخوانی را تشکیل می دن. و مشخصات مهره های گردنی قسمی باشه که اینا دارای یک تنه کوچک هستن. البته ما بحثی که روی آناتومی لومبار داشتیم یا قسمت آناتومی بک بود یا پشت سر بود مهره ها را برتان معرفی کردیم، ولی بازم بخاطر یادآوری میگیم که مشخصات همین مهره های گردنی که هست گفتیم یک تنه کوچک دارن و همچنان یک اسپاینوس پروسس دارن، البته اسپاینوس پروسسشون دو شاخه می باشه و یک ترانسورس پروسس دارن که یک سوراخ دارن به نام فورامن ترانسورسوم هست. میبینین قسمت ها تماما مهره های گردن هست که مهره اول به نام اطلس هست، مهره دوم به نام اکسس می باشه و بعد از او C2, C3, C4, C5, C6 و C7 می باشه که شامل امی قسمت ها میشن. و شما هم امید است که در رابطه با مهره های گردن معلومات حاصل کرده باشین و دیده باشین که خود مهره های گردن البته چگونه ساختمان دارند و چگونه وصل شدن به یکدیگری. هم ساختمان از احشای گردن می باشه که دو سمت قرار داره و به یکدیگر وصل شدن. خب بحث بعدی را هم که داریم البته عبارت می باشه بحث ما از خود البته در رابطه با گردن هست که در گردن ما البته یک سلسله ساختمان های داریم که بر علاوه اینا که در مدل برتان معرفی کردیم که شما البته فقرات گردنی را شناختین، کمپارتمان هایش را شناختین و همچنان شریان ها و اعصاب که در اون ناحیه قرار داشت شناختین و بر علاوه اینا البته مثلث های نیز در گردن وجود دارن و خود این مثلث ها که هستن شامل به خاطر عملیات جراحی که اجرا میشه روی اینا به خاطر عمومی باشن که مثلث های گردنی ما هم که هستن. البته در این مدل خوبتر و بهتر شما از آن میبینین که عضلات میبینین در این مدل که عضلات قرار داره البته من برتان نشان میدم یک عضله ترپزیوس هست یا زوزنخیه میباشه که خود از دو عضله ترپزیوس هست که یکی طرف رفته و یکی طرف رفته که روی عضلات گردن بس های داریم. البته در برنامه های آینده او را بهتر مفصل برتان معرفی میکنم، فعلا اما قدر به خاطر شناخت مثلث هایی که در گردن وجود داره اینا به خاطر چی هستن. خب خود امی مثلث ها که در گردن وجود دارن به خاطر عملیات های جراحی که روی گردن اجرا میشه و ما هم ساختمان ها را از مو طریق مثلث ها خوبتر بتانیم در دسترس قرار داشته باشن و ساختمان ها ما می مثلث ها را به مو خاطر برتان به معرفی میگیریم که او گفتیم مثلث های گردن دو عضله زوزنخیه ترپزیوس که میپوشن و همچنان خود عضله استرنوکلوئید مستوئید میباشه. یعنی استرنوکلوئید مستوئید چه قسم عضله میباشه که این خود استرنوکلوئید مستوئید به خاطر ساختمان هایی که در این ناحیه قرار داره به این نام مسما شده که به نام عضله SCM هم برش میگن، یعنی SCM میباشه استرنوکلوئید مستوئید هست که خودش البته
یعنی هم قسمت از کلاویکال در بر گرفته، هم یک قسمت از استرنوم در بر گرفته، هم یک قسمت از خود سودیه ها را در بر گرفته که به می خاطر به نام SCM مسما شده و خودش بخش از سطح خارجی گردن را تشکیل می تن. البته شما قسمی که در این مدل می بینین یک این قسمت مثلث داریم که می بینین یک مثلث در این قسمت داریم، یک مثلث دیگر در این سمت می داشته باشیم و همچنان در پشت سر هم مثلثات داریم که قرار دارن و اینا گردن اینمی عضلات که هستن در پشت سر هم گردن به دو مثلث تقسیم میکنن. البته که خود مثلث ها که هستن یک مثلث انتریور داریم، یک قسمت پیشرو و مثلث های پاستریور داریم که قرار داره در این ناحیه و خود خصوصیات البته حدود هر دو مثلث انتریور که هست مثلث های انتریور در این قسمت داریم که میبینین و قسمت پاستریور همچنان. خود مشخصات مثلث های انتریور قسمی میباشه که اینا خط عمودی که البته در وسط گردن می باشه، یک خط عمودی که وسط گردن هست، دیگه کنار خود تحتانی مندیبل می باشه که این قسمت کنار تحتانی مندیبل هست، خط وسطی گردن هست که قرار داره. البته در این مدل درست او خط وسطی رو نمیتونیم بگیریم، زناخ هم میگیریم، از این قسمت خط وسطی گردن هم میگیریم، کنار تحتانی مندیبل هم میگیریم یک کنارش و کنار قدامی عضله استرنوکلوید و مستوید هم میبینیم که این میاره باز مثلث قدامی گردن تشکیل میده که در قدام گردن البته بر علاوه اینا مثلث های دیگر هم وجود داره که ما ویدیو را با شما ازان آماده ساختیم که در این رابطه بر شما ازان معلومات میدیم در رابطه با مثلث های گردنی هست، چون این قسمی باز یک تصویر دو بعدی میشه و شما ازان نمیتونید درست مثلث ها را درک کنین، به همین خاطر ما ویدیو را آماده ساختیم. و در پشت سر هم حدود مثلث خلفی گردن که هست، البته خود مثلث های خلفی قرار داره از ثلث میانی خود استخوان البته ترقوه یا کلاویکل تشکیل میده که ثلث میانیش میبینید، چون از این قسمت اگر بگیریم ما به سه حصه تقسیم کنیم قسمت میانیش میگیریم، از این قسمت یک البته ثلث میانیش تشکیل میده، دیگه کنار قدامی خود عضله زوزنقی یا ترپیزیوس تشکیل میده و کنار خلفی خود عضله استرنوکلوئید و مستوئید تشکیل میده. کنار خلفی ازی است، کنار قدامی ازی است و همچنان خود این قسمت البته کلاویکل میباشه و ثلث میانی کلاویکل تشکیل میده که این مثلث های گردنی بود و آناتومی گردن بود. امید است که معلومات حاصل کرده باشین. فعلا میریم یک وقفه کوتاه دوباره هست. خوش آمدین عزیزان، در بخش سوم برنامه آناتومی قرار داریم که در این بخش ویدیو را و شما عزیزان آماده ساختیم و در رابطه با البته معرفی ساختمان های گردن خوب براتون داشتیم و امید است شما هم شناخته باشین و یک معرفی کلی در رابطه با گردن داشتیم و مثلث هایی را که براتون نام گرفتیم و ای که هر کدام مثلث که قدامی و خلفی بود با کدام قسمت ها تقسیم شده و چند نامه میشه در ویدیو بیشتر میبینیم. خب قسمی که در این ویدیو شما از آن مشاهده میکنین مثلث های در گردن وجود داره که اینا صرفا گفتم به خاطر عملیه های جراحی که بالای گردن صورت میگیره و ما به اون ساختمان ها را بیشتر دسترسی داشته باشیم میباشه و اینا به دو حس دو مثلث تقسیم میشن که عبارت از انتیر پاستی و ترینگل اف د نک میباشه، یعنی مثلث هایی که در پیش روی گردن قرار داره و مثلث هایی که در پشت سر گردن قرار دارن تقسیمات شدن که خود انتیر ترینگل ما وقتی که در خط وسط ببینیم این خط وسط از قسمت زنخ بیایم به طرف پایین این مدلاین بگیریم، مدلاین بوردر می باشه و جدار بالاییش کنار تحتانی مندیبل تشکیل میده و همچنان آن جدار جانبیش عضله استرنوکلوئید مستوید یا SCM تشکیل میده. این مثلث انتریور گردن میشه که دو دانه به دو طرف می باشه و به همین قسمت ها تقسیم میشه، یعنی کناره هایش اینمی ساختمان ها تشکیل میدن. و مثلث بعدی که در داخلی قرار داره باز عبارت از انترنال تریانگل می باشه که مثلث قدامی البته در داخل از قرار داره
نام سب مندیبور ترینگل هست که جدار بالایش مندیبل تشکیل میده. جدار اونسیش میبینیم که خود قسمت قدامی عضله دیگستریک تشکیل میده و قسمت خلفی همی عضله را دیگستریک جدار جانبیش البته میسازه. این قسمت عضله انترنال یعنی عضله که در داخل از ببخش مثلث که در داخل مثلث قدامی قرار داره یعنی انتریور ترینگل می باشه که به نام سب مندیبولر ترینگل یاد میشه، یعنی در تحت مندیبل مثلث که قرار داره یا در تحت فک سفلی مثلث قرار داره به او می باشه. و مثلث بعدی قرار به نام سب منتال می باشه که این هم مندیبل هایوئید و قسمت از انتریور بیلی لفت گاستریک می سازن داخل مثلث که البته کناره های شمی ساختمان ها تشکیل می تن و عضله که به نام دیگستریک هست یعنی دو تا راست و چپ می باشه که انتریور بیلی خود لفت گاستریک و همچنان استخوان هایوئید و مندیبل تشکیل می ته. به نام سب منتال ترینگل یاد میشه که در قسمت پایینی قرار داره. و مثلث بعدی قرار داره به نام کاروتید ترینگل هست که این خودش پاستریور بیلی اف دیگستریک مسل تشکیل میده، یک کنارش استنوکلید مستوید کنار بعدیش تشکیل میده و همچنان هوموهایوئید عضله هوموهایوئید میبینید که در قسمت قرار داره جدار دیگه ش میسازه که می مثلث به نام کاروتید ترینگل یا مثلث کاروتید یاد میکنن چون شریان کاروتید از این ساحه عبور میکنه به خاطر که داخل این مثلث شیت کاروتید قرار داره یعنی کمون کاروتید آرتری زوج دوازدهم قفی قرار داره و همچنان خود عضلات که در این ناحیه قرار دارن و تصیب میشن به خاطر امو به نام اینیسو سرویکالیس می باشه که قرار دارن در این ناحیه و نگفته نمانه که از داخل خود سبمنتال هم لنفنوت های سبمنتال عبور میکنه. و مثلث بعدی قرار داره البته به نام مسکولر ترینگل میشه به خاطر که چهار طرف البته سه طرف جدارایی را عضلات تشکیل میده و در قسمت پایینی مثلث مسکولر ترینگل شامل میشه که ای هایوئید استخوان هایوئید و موهایوئید و همچنان سیم عضله سیم و خط وسط گردن میباشه که همین مثلث جدارایش میسازن و به نام مسکولر ترینگل یاد میشه که در قسمت پایینی قرار داره. پایین ترین مثلث گناهی قدامی میباشه، قدامی گردن هست که داخل اینه میباست تایراید و پاراتایراید گلند قرار داره یعنی غدات تایراید و پاراتایراید اگر ببینیم در این مثلث شامل میشن و داخل این مثلث ها قرار دارن. میم به طرف پاستیریور ترینگل که قسمت پاستیریور در قسمت پشت سر گردن دو مثلث وجود داره که منم یکی اکسیپیتال هست یکی سوپرا کلاویکولا ترینگل یاد میشه. سوپرا کلاویکولا ترینگل که از در بالای کلاویکا قرار داره که عضله خود سوپرا کلاویکولا ترینگل خود هوموهایوئید و سی ام و همچنان کلاویکال قرار داره که در اینجا با سوپرا کلاویکال لیمف نود البته از عبور میکنن و قرار دارن. و مثلث بعدی که در قسمت پشت سر قرار دارن اون مثلث ای سوپرا کلاویکولر هست که در قسمت بالای کلاویکا و مثلث که در بالای زو قرار داره او شامل کلاویکال میباشه، سی ام هست و ترپیزیوس میباشه که در بالای قرار دارن و شامل همی میباشن که در اینی مثلث دیگر هست که میبینید در قسمت پشت سر قرار داره و گفتیم که تشکیل دهندهش کلاویکال اس ام ترپیزیوس میباشه و قسمت سوپرا کلاویکولار میبینید در قسمت پایین ازی قرار داره که گفتیم جدارهایش توسط هوموهایوئید اس ام کلاویکال ساخته شده و همچنان خودش لنف نود سوپرا کلاویکولار داخل همی میباشه. و پس انتریور ترینگل های ما سبمنتال سبمندیبولار و کاروتید و مسکولار شد و پاستریور ترینگل های ما که از سوپرا کلاویکولار شد و اکسیپیتال شد که شامل البته می مثلث ها را تشکیل میداد، در ناحیه گردن قرار داشت که ساختمان را البته احشای متفاوت داخل می مثلث ها قرار داشتند و باز هم میگم که به خاطر آسانی کار در عملیات جراحی از این مثلث ها استفاده میکنن. امید است شما هم در رابطه به آناتومی گردن معلومات حاصل کرده باشین و به سطح داناییتان افزوده باشه و ما هم تانسته باشیم یک چیز به شما ازان رسانده باشیم و ما را از دعای خیرتان همیشه فراموش نکنین و با متباقی برنامه های تلویزیون تیبی چراغ همراه باشین. و اگر شما ازان وقت ندارین برنامه آناتومی رو در تایمی که به نشر میرسه میتونین در صفحات یوتیوب تلویزیون تیبی چراغ ما را فالو کنین، دنبال کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین و در هر زمان در هر مکانی که خواستین برنامه خودتان تماشا کنین و به سطح دانایتان بیفزاین. تا دیدار بعد و برنامه بعدی که خدمت حضور شما عزیزان حاضر میگردیم شما رو بلای یکتا میسپاریم و خودتان بخیر باشید.